سند ماشین کجاست؟ دست خودته. نیست. گمش کردی؟ باید بیفتی دنبال المصنده، کلی هم کار داره. وقتی با حرف میزنم درست جوابمو بده. بفرمایید. ماشینت نیست. دم درم نبود. کجاست؟ خودت میگی ماشینت. اختیار ماشینم هم ندارم. فروختیش؟ صبر کن ببینم. آتی هم اگه بخواد زمین مرشه را که یواشکی زدی به نامش بفروشه، باید اینطوری جواب پس بده. مزخرف نگو، میگم به چه اجازه رفتی سر کمد من؟ بحث تو عوض نکن، زدی به نامش یا نه؟ به تو ربطی نداره. بابا نذار رومون تو رو هم باز چه سر این ماشین دوزاری ها، بنز که نبوده. من سرم زدم به نام آتیه برای اینکه برخلاف تو عاقله. من فردا سرمو گوشتم زمین، یکی باشه تو رو جمع و جور کنه به فلاکت نیفتی. بعدم صد بار بهت گفتم بیا اون کارگاهو بگیر دستت، اختیارش با تو، هر کاری خواستی بکن. چه تقسیم عادلانه ای. یه زمین متری تو بهترین جای کرج مال آتیه خانوم که عاقله، یه کارگاه عتیقه که به زور خرج خودشو در میاره دست من. مال من نه، دست من. آتیه خانوم یه وقت ناراحت نشه. خجالت بکش آرمان، من تا حالا چیزی از بابا نخواستم، از این به بعدم نمیخوام. آره آفرین، تو خوبی، تو عاقلی، من نیستم. حاضرم نیستم عمرم توی کارگاه مسخره تلف کنم. بهتون گفتم کمکم کنیم برم خارج، عین خیالتون نبود. آقا کمک نخواستیم دیگه، کار به کارم نداشته باشین. کجا من؟ فروختمش. شکایت کنین ازم بندازینم زندان تنبیه شه. چه غلطی کردی تو؟